آقا دوباره سلام، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. اگه قسمت اول ندیدین حتما برید این بالا ببینید. تا الان که خیلی پایا پای بوده، امتیاز من حداقل یکی به لیتو دادم، یکی به ایتو دادم و برای بیتم 2-1 مافی، یعنی من دو تا امتیاز سالا به مافی دادم، یه دونه به خشی حصار. خیلی تنگاتنگه، سریع بریم و بیایم و ادامه این میکس تیپ رو با هم گوش کنیم. دوستان، عزیزان، آشنایان، ناآشنایان، جدیدا، قدیمی ها، اگه کانال سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب بکنید. هر ویدیو دارم میگم، واقعا هم دارین میکنین، دمتون گرم، ولی این چیزیه که دیگه تو یوتیوب هست دیگه، هر ویدیو باید بریم سابسکرایب بکنید. بریم ادامه این ویدیو رو با هم ببینیم. آقا دوم من دوم ساب باقه وحشه که انداخته به تن زاخار و رشه، پا دور من نباش، دور من دور میپا دوی نابی داره، دور من نباش رو پارو دوم من نذار، خیلی باله پارو دوم من نذار، دوم من دوم ساب باقه وحشه که انداخته به تن زاخار و رشه، پا دور من نباش، دور من دور میپا سلسی مافی. با این بیتا کجا میره؟ این که خدا میشه بیتا رو پالیه بزر لیتو، حالا ایوا سید کن یواشک. بیت من بیت دور می دور می فاسولاسی، یعنی هم دور می فاسولاسی هم دور می فاسولاسی که خدا میشه بیتارو پالیه بذار لیتو، حالا ایوا سید کن یواشکی ترکامو بذار چک کن. تو امیل انانشم داری کله میزنی بطل با امیرالی بسته چی زدی با ایرز، حالا چرا حرف نمیزنی؟ بارش فید داری شدی لس آنجلسی، فاز قمار گرفتی تا به دلار برسی. این به نظرم اولین و کلوفترین دیس ایتو به لیتو بود. بالاخره یه دیس خفن کرد ایتو، گفت آقا اول از همه چرا با ایرزا دیگه حرف نمیزنی، ایرزا جی جی که البته الان با هم رابطه شون اوکی، ولی یه زمانی بود که با هم مشکل داشتن. آهنگ دوست و دشمنم که از لیتو و کنیسو زخمی بود، ورس لیتو کلا دیس جی جی بود، میگه آقا چرا با جی جی حرف نمیزنی، و ادامش تاییدش رو میگه به خاطر اون قضیه فیت آرش لس آنجلسی و لیتو بودی. بعدش میگه آرش فیت داری شدی لس آنجلسی، فاز قمار گرفتی تا به فاز قمار گرفتی پورتو بت لیتو دلار برسی. فرانسی آدم ولی فنا دخترن، بچم که هست و زنا فوش ندن. میگه همه فنا دختر بچن، بچن بهشون فوش ندن، فنا تمامشون دخترن. آفی میزنه مثل فناری ساز، منم برات رو میکنم دو تا طلای نو. زد بدم زد، کار لیتو رو بد سخت کرد. بریم ببینیم لیتو چی داره با من. منتظر یه دراپ مریضم. نمیدونم رو من چرا فاز کل داری، مثل سگ شدی دنبال پاچ شلواری، بدون تو این بازی که ما کام فرق داری، میذارم ات جلو در نوه شب واسه شهر داری، زور میزنی که بشی بچه با حال و برای همینم میای همش لفظ زاخارو را به را میبینی کنسرت اکس ماها. والا ما که ساعت 9 شب آشغالامون رو میذاشیم دم در، لیتو ایتو هم میذاره، سنگین بوده. میذارم ات جلو در نوه شب واسه شهر داری، زور میزنی که بشی بچه با حال و برای همینم میای همش لفظ زاخارو را به را میبینی کنسرت لفظ زاخارم فکر کنم اشاره به اون تیکه جی جی اشتر چه با حال و برای همینم میای همش لفظ زاخارو را به را میبینی کنسرت اکس ماها رو. پدیگه جلو من نگیر تو دست بالا رو، نمرش رسمن رد پا امتحان، فالوئراش تازه شدن قد کامنتان، دنیا به گاز تو این اپیدمی تو هم فالووراش تازه شدن قد کامنت ها. چقدر بد تحقیر میکنه لامصب. خوبی فالووراش تازه شدن قد کامنت ها، دنیا به گاز تو این اپیدمی تو هم توهم زدی امینمی، من اجرا میذارم جلو چند هزار نفر، تو هم فقط میخونی واسه چهار تا. کلن همه میگن دیگه که آقا ای تو سیستم امینمو میگیره، حتی نوع پوشیدنش، نوع خوندنش، حتی آهنگایی که از امینم کاور میکنه. امی من اجرا میذارم جلو چند هزار نفر، تو هم فقط میخونی واسه چهار تا بچه محل، نشنیدم تو آهنگا. اولین بار بود که دیدم لیتو جامپ استفاده کرد. چند هزار نفر، تو هم فقط میخونی واسه چهار تا بچه محل، نشنیدم تو آهنگا نباشی قاطی، آمار رسیده که فقط تو مجازی لاتی، اینجا راجب چکات نمیده نظرات جالبی، پنزا بذاره رو تاجی اثرات جانبی. تو شدی یا اثرات جانبی
جانبی معروف ترین آهنگ ایتو بود دیگه، اصلا داغون داره میکنه. ده نظرات جالبی پنزا بذاره رو تاجی اثرات جانبی، تو شدی یه آدم با حال فرضی، زور نزن نمیشی تو زاخار اصلی. هم اومد از خودش دفاع کرد هم از گروه زد بازی، خیلی جالب بود. این خیلی سخته، من به جفتشون میخوام نمره بدم، ولی واقعا لیتو بهتر، لیتو خدایی بهتر بود. با اینکه ایتو خفن بود ولی بکایی که لیتو داد هر لاینش پانچ بود. 2-1 لیتو زد جلو، اون طرف هم اینو من 100% میدم به کچی بیست. یه جایی کلن پاز میکرد، دراپ های خفنی داشت. تا اینجای کار 2-1 لیتو، 2-2 بیتا مساوی. بریم برای راند آخر. الان دیگه خیلی حساس شد، اگه لیتو بزنه که کلن برده 3-1، اگه ایتو بزنه مساوی میشن، واسه یه بیت هر کی بزنه برده. البته این همش نظر من ها، از نظر شما شاید آردی ایتو یا لیتو اینو برده باشه، من نمیدونم، ولی نظر من اینه. هستم شدید. من سگارم امثال تارم میزنم به پرشال خوب همه با من. شروع کرد با بک. اگه بهتون باشه لیتو گفته بود آقا مثل سگ اینقدر پاچه نگیر، الان میگه آقا من سگم ولی سگ هارم، یعنی پاچه بگیرم پاتم میگیرم. من سگارم امثال تارم میزنم به پرشال خوب همه با من، بچه با حال نیستم پر برگارم، بالا اومدم تنهایی با پشت کارم. من یه دوزد کریرم با کست شرم میگم، به زیبا تو نیستم با پشت سریتم، کلت به من نو کست شرم میگم، به زیبا تو نیستم با پشت سریتم، کلت به من نور میبخشه، بذار حالیت میکنم آجی دوستی بسه. خوب میگم بدونی هیچ جوره تیمت به این حرفا نمیخوره، تا 6 روز دیگه آسرو کنی که من با هفت میبردم، من اجدعا شدم بس که هفت میخوردم، کلکبا تو در حد زولاس قناری، بدخواه منو پاید تو سولاخ زولا رو گفتم، کلکبا تو در حد زولاس قناری، بدخواه منو کلکل با تو در حد زولاست. دو تا معنی میده، یکی آهنگ زولا که خیلی بهش انتقاد شد، یه آهنگ مارکتی بود، کیفیت آهنگش هم اونچنان نبود. فیت لیتو ام جی بود که برای بازی زولا ساخته شده بود. بازی زولا هم یه بازی بی کیفیت ورژن ایرانی کال آف دیوتی اگه اشتباه نکنم. تیکه بدی انداخت خلاصه. اجدعا شدم بس که هفت بخوردم، کلکبا تو در حد زولاس قناری، بدخواه منو پاید تو سولاخ درارین، طولی تل عملین و تو ماچ هباشی، بطل و آجی به گروه راست برا چی. اوکی داستان اینجوری هست، ویسش خوب بود. ولی این هم بگم قبل از اینکه بریم ورس لیتو رو گوش کنیم، من با میکسیپ رنده 10 برابر حال کردم، هم تیکای جیدال هم تیکای کوروش وحشیانه خوب بود. این یکم ملوتر بود، زیاد اونقدر تیکه به هم نمیندازن. بریم برای لیتو. بیت سینامافیو که خیلی بودن، بریم ببینیم بیت کچی چطوره. یا گیر دادی فیت دادی برای چی ها رشته را میره هوا، موزیکم با شماییزا دشت، خشی ببین میکنم تو چک و چی کارش، بزی جای برگشت نذاری واسه شد. میگه آقا اصلا من میرم با شماییزاده فیت میدم، همونم از آهنگ لیتو بیشتر میگیره. راست هم میگه، خدایی با هر کی فیت میده لیتو ویوش بالایه، اصلا با منم فیت بده ویوش بالایه لیتو، اینو نمیشه بهش ایراد گرفت. سرا میره هوا موزیکم با شماییزا دشت، خشی ببین میکنم تو چک و چی کارش، بزی جای برگشت نذاری واسه شف سیکسم، ولی حاجی یک ترونم میگه دستمال داری واسه چشکی. بیت عجیبیه. واسه شف سیکسم، ولی حاجی یک ترونم میگه دستمال داری واسه چش گریونم، تو این بازی میخواد سری بشه مهمونم، ولی نمیدونه حالم الان مثل حیفونم، بدون گوش نمیدم هیچ موقع کارای تورم، چهار تا آلبوم عقبی داداش گلم، مقایسه نمی کنم اصلا با مال خودم، ولی نمیرسی اینطوری جاهای بلند، صدا طلایی بس باز رو بیت خشه بعد گرفته رو ایتو، ولی بیتش یکم عجیبه زیاد باحال نمیکنه، میرسی اینطوری جاهای بلند.
میزنن. صدا طلایی بس باز رو بیت خشه، همونی که چند ساله داره میدرخشه. مهم نیست پشت سرم چی و میگه بچه، مینویسم زندگیش براش تیره ترشه. آه میشناسی منو بیتا رو حفظی، دیستادی کردی پیجا رو هرسی. آه امیرعلی واسه خودش کنده قب، پا دیگه لفظ نیا واسه من کل خر. پانچلاینی هم گذاشته بود ته کار. آقا تمام. اما نظر کارشناس این برنامه یعنی خودم، به نظر من 3-1 لیتو زد A2O. هم ورس دوم و سوم لیتو خیلی خوب بود، ورس اولش یکم پایین بود ولی اینطوری رفت یه دفعه بالا. برای بیت ولی به مافی میدم، به نظرم بیت آخر مافی از بیت آخر کچی بهتر بود. بیت کچی یه حالی بود، زیادی مریض بود. یعنی تو این دوتا میکس تیپ هیچ کدوم تیما برنده نشدن، حداقل از نظر من 4 تا برنده داشتیم فکر کنم، کوروش و لیتو، کچی بیتس و سینمافی. حتی سامیلو هم خیلی خوب بود ولی کچیبیز واقعا بیتاش بهتر. دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی. مخلص، دوستتون دارم شدید به مدت مدید. خداحافظ. ما رو دور ننداز. ما این قلم به درد نخور نیستیم.